ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. غلام نادری. بله نادری. آره من اومدم، ولی این دفعه با شناسنامه. جانمی جان خدا قربونت برم الهی که خدای باید. فیلم سلام بر عشق از آثار دیگه پرطرفدار کارنامه بازیگری مرجانه. مرجان تو این فیلم نقش زنی آوازخون به نام زری رو بازی میکنه که ازدواجش با حبیب و بعد از اون درگیریش با مدیر کافه‌ای که اونجا کار میکنه باعث ماجراهای خطرناکی تو زندگیش میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بچه‌ها خوب گوشاتونو باز کنید ببینید چی میگم. امشب شما باید کاملا مواظب زری باشید. اگه بو ببره که حبیب از زندان آزاد شده، یه دقیقه اینجا بند نمیشه. آسته برا با داراشه که چیگی به ماشینم نواله. جون قربه دارم نخل لبت بیتره که جون قربه لبتون برم که استخون نداره. زری خانم جان لباسات عوض کن، در عقبی بیو تو آشپزخونه. آشپزخونه؟ آره آشپزخونه. برای چی؟ آخه حیب آقا از زندون آزاد شده. چی؟ راست میگی؟ آره به خدا. آخه خدا شکرت الهی، صد هزار مرتبه شکرت. مرتضی جان، قربونت برم الهی که منو خوشحالم کردی. حبیبی من آزاد شدی. آخه خدا جون هزار مرتبه شکرت حبیب آزاد شدی. ببین حبیب ما چی بودم. آه حبیب، برگشت میشه من. قربونت برم الهی، فدات شم الهی. بالاخره برگشت میشه من. اون عکس رو بلش کن، من تو آشپزخونه منتظره دستم لباس عوض کن. زود بیا اونجا. صبر کن الان میام. جونم حبیب من آزاد شدی. بیا بیا تا در نفس دور مخور رو مردایی. برو همین خان زری فرار کرد. از کجا؟ از در پشت آشپزخونه. یالا باشا بری بری بفکر سر برو. محمود بچه میخواد، اما همسرش برای حفظ زیبایی به خواسته شوهرش تن نمیده. محمود بر اثر اتفاقی عقیم میشه و برای معالجه به اروپا میره و بعد از برگشت متوجه میشه که همسرش رو به گروگان گرفتن. بخشایی از فیلم نقص فنی رو با هم تماشا میکنیم. انگار حالم خوب شد. راست میگی؟ آره محمود جونم، زودتر بریم خونه. خونه؟ من طاقت خونه ندارم. همین بایی رو دام مرگم بده. چرا چادر همچیش؟ آه الحمدلله کارا داره درست میشه. کدوم کارا؟ بیرزن تو جریق خینگی، خودت بفهم دیگه. خاک به گورم کنم، تو چادر زمین لرزه شده؟ به تو چه پیره زن؟ میدونی این زن شوهر چند وقتی که هم دیگر نهیده؟ جا مرگم بده، انگار اصال قهدی در رفته. خب معلومه دیگه. آه.
زمین لرزه تموم شد. کاش تو رو زودتر دزدیده بودم. فیلم سلطان قلب ها یکی از محبوب ترین فیلم های سینمای ایران، ساخته محمد علی فردین، محصول سال 1347. زوج جوونی در جریان حادثه‌ای هر کدوم با این تصور که همسرشون درگذشته سالها دور از هم زندگی میکنن. مرد خواننده‌ای معروف میشه و زن در حادثه‌ای بینایش رو از دست میده. سالها بعد مرد اتفاقی با دخترکی روبرو میشه و بدون اطلاع از اینکه دختر چه رابطه‌ای با او داره، باعث معالجه مادر دختر و همسرش میشه. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. نمیشه باور کرد. تو زنده هستی؟ نکنی دارم خواب میبینم؟ نه نه ستاره من، تو بیداری، ما هر دومون بیداری. خورشید محبت داشتی؟ آره. آه نه، این چه حرفی میزنی؟ این دختر کوچولو یکی از دوستان خوب منه. اگه این شیطون کوچولوی قشنگ نبود، ما هیچ وقت همدیگر رو پیدا نمی کردیم. باید ازش ممنون باشیم. مگه غیر از اینه؟ نه درسته، اما هیچ میدونی همین شیطون کوچولوی قشنگ خورشید دختر خودته؟ با شرف ها محصول سال 1351، راجب پیمانه که با دختری به اسم فریبا قرار ازدواج میذاره. پیمان طی سفری توی یک تصادف حافظه خودش رو از دست میده. فریبا که از پیمان بار داره، برای حفظ آبروی خودش تن به یه ازدواج ظاهری میده. فریبا فرزندش رو به دنیا میاره تا اینکه پیمان بر اثر سانحه‌ای حافظش رو به دست میاره. بخشایی از فیلم با شرف ها رو با هم تماشا میکنیم. میتونستم به دختری که توی هجله عشق هسته تو پشیمانی میریخ چشم داشته باشم. میتونستم خودم رو راضی کنم از این بازی کثیف سرنوشت به نفع خودم بهره برداری کنم. میتونستم غم و اندوه بزرگی یه دختر رو ندیده بگیرم و توی اون لحظات به فکر چیزی باشم که یه مرد وقتی با یه دختر تنهاست بهش فکر میکنه. در اون دقایق تنها چیزی که پشت پیشونی داغ شده از تأثیرم جلوه داشت کلمه فداکاری و صبر بود و بس. صبر کنم تا خدا چه پیش بیاره و به خاطر آبروی فریبا فداکاری کنم. بله، به این ترتیب من و فریبا مثل پدر و دختر تا حالا با هم زندگی کردیم و حالا موقعشه که اونو به شوهر واقعیش تحویل بدم و براشون آرزوی سعادت کنم. امیدوارم که تمام مدت زندگیتون همراه با خوشی و خرمی باشه و به پای هم پیر بشین. پیمان جان، بودو بقل پیمان پدرت، اونها اونجا وایساده. بودو جونم، بودو.